بینندگان جان عزیز سلام و علی جان شو خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میدونم صدای خنده شنیدید الان ولی میرسیم به اونجا، نگران نباشید. خب بینندگان جان عزیز، میخواستم یه مژده به شما بدم. من یه لیوان تازه دارم، بله لیوان خود علی جان. خب بینندگان جان ها، امروز یه مهمون بسیار خوبی داریم. یادتون اون موقع که دبیرستان دبستان میرفتید چقدر روزای خوبی بود، چقدر خوش میگذشت، چقدر بالا پایین میپریدیم، همه چی خوب بود، دنیا قشنگ بود، خیلی همه چیز زیبا بود برامون. خب امروز مهمان ما سبا خانوم است. سلام. سلام سبا جان، حالت خوبه؟ بله. چه خبره؟ هیچی. این همه خبر باید داشته باشی تو الان. سبا جون چند سالته؟ 7 سالمه. 7 ساله. منم یه روزی 7 سالم بود. همه یه روز 7 سالشون میشه. باریکلا میبینم که خوب جواب میدی ها. 7 سالگی، من تو 7 سالگی چنین جوابایی نمیدادم ها. البته من 8 سالمه. باور نمی کنی؟ نه. باور کن. بذار الان نشون میدم، آیدیمو نشون میدم بهت، نوشته علی محمدی 7 ساله. اشکال نداره. خب کلاس چندمی سبا جان؟ کلاس اوله. کلاس اولی؟ سال دیگه چند سالت میشه؟ دیدی؟ 8 سال. خب باشه. سال پیش چند سالت بود؟ 6 ساله. باری که الان ریاضی رو پس کردی ها. ریاضیت عالیه. خب سبا جان کدوم مدرسه میری؟ من نمیدونم کدوم مدرسه میرم، اما اسمشو میدونم. خب اشکال نداره، همون اسمی که میدونی و بگو حالا. سن کانتینا. اونجا میری. خب اسم مدرسه همونجاست. مدرسه اسم مدرسه. آره اونجا میری. خب راضی هستی از مدرسه؟ آره. خیلی؟ خیلی. دوستای خوبی هم داری؟ آره. چند تا؟ 3 تا. 3 تا. همین؟ آره. بابا خیلی باید بیشتر دوست داشته باشی که اونجا. نه؟ دارم، اما بیشتر رو 3 تاشون بازی میکنم. با 3 تا فقط چیز. خب یه دوستای خوبه تن دیگه نه؟ خب باشه. خیلی خوبه. اسمشون چیه؟ زیلین، تینا، سارینا. خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. منم میدونی منم 7 سالم بود کلی دوست داشتم ها. خب ولی هیچ کدومشون رو نمیتونستم ببینم، یعنی دوستان بودن اونجا ولی دیده نمیشدن. اشکال نداره، مسئله نیست. خب تو مدرسه به چه زبونی داری درس میخونی؟ فرنچ. واو. انگلیسی چی؟ نه هنوز شروع نکردی. هنوز شروع نکردی؟ خب یه روز شروع میکنی، حتما یاد بگیری یا. خب چون بیرون کبک انگلیسی هم صحبت میکنن ها. آره باور کن، من رفتم دیدم. خب دیگه به جز درس و بازی با دوستای خوبه دیگه چی کار میکنی؟ دیگه با هم دیگه بعضی موقع صحبت میکنیم. صحبت هم میکنیم؟ خب درباره چی؟ درباره خودمون. مثلا یادم نمیاد. خیلی جواب خوبی بود، خیلی جواب خوبی بود. یه کاش که منم 7 سال بودم مثل تو بودم سباش. خب ببینم تو کارهای هنری هم انجام میدی؟ چیکار میکنی؟ هم میخونم هم پیانو. راست میگی؟ پیانو میزنم. پیانو میزنی؟ واو چقدر خوب. پیانو از اون پیانو بزرگا؟ آره. باشه. پیانو چیز چی؟ الکترونیک چی؟ نه. خوشت نمیاد؟ به درد نمیخوره؟ باشه همون پیانو. خب باشه. پیانو خوبه. خب میتونی برام یه چیزی بخونی الان؟ آره. اسم آهنگ؟ دودو شب نخوابیدم. خب. دودو شب نخوابیدم، روی ماهت دیدم، میمی خواب یاد دارون، فافل میگیرم اکنون، سرس خیلی بهتره، لالا دن دل میبره، سیرم دیگر اصلا خیز با منم راشو. واو چقدر قشنگ خوندی، واقعا عالی بود، من خیلی خوشم اومد. من فکر کنم اگه تو 17 سالت بشه یه سالن 1000 نفری رو پر کنی. آره؟ فکر کنم. به امید اون روز؟ خب ببینم تو بیرون از مونتریال هم جایی رفتی؟ آره. کجا؟ یادم نمیاد اسمشو. چی بود؟ یه آبشار بزرگ داشت. آبشار بزرگ؟ نایگرا فالز رفتی؟ آره. راست میگی، منم اونجا هفته پیش رفتم ها. آره بعد رفتم یه قایق سوار شدم، از قایق پریدم تو آب، هم شنا کردن. آره بعد جریمه‌ام شدم البته. تو این کارو نکن هیچ‌وقت. خب
باش. اما پیانو و آهنگ و اینا خوبه. اشکال نداره. خب ببینم مونتریال هم جایی میری؟ مثلا خوشت میاد از چیزی تو مونتریال؟ آره. کجاش؟ از خیابون پارک. از خیابون مونتریال خوشت میاد؟ آره. رانندگی میکنی؟ نه. امیدوارم که نکنی. وقتی سن من شدی که 8 سالمه رانندگی کنی اصلا از خیابونا خوشت نمیاد، برای اینکه میدونی مثلا چاله چوله داره، خب از این چاله های بزرگ، بعد ماشین مثلا چرخش میفته اون تو، بعد چرخ صدا میده، بعد شاکش خراب میشه، بال جوینتش هم میفته بیرون، بعد باید 600 دلار پول بدی و ماشین رو درست کنی. کمرات تو نگران این موضوع نمیخواد باشی. خب سبا جون مرسی اومدی تو شوی علی جان. چیزی دوست داری به کسی بگی الان؟ به بچه‌ای که همسن خودت هستن؟ نه. نمیخوای بگی الان؟ بعدن شاید بگی. آره؟ آره یه سورپرایز چیزی شاید باشه، درسته؟ خب خیلی خوبه. فقط میخوام اینو بگم که بچه همسن سال من بهتره یکم مهربون باشن. همین چیزی که میخواستم بگم. چقدر چیز خوبی گفتی واقعا. بچه جونای عزیز مهربون باشین. سبا جون ببینید چه حرف قشنگی زد. همتون باید مهربون باشین. من چی؟ منم مهربون باشم؟ آره. من که هستم. من علی جانم. خب سبا جون مرسی در شوی من بودی. خدافظ. به امید موفقیت شما. بینندگان جانای عزیز، امیدوارم که شوی علی جان این هفته خوشتون اومده باشه. با ما باشی در هفته آینده با یه سری از شوهای علی جان دیگه. خب البته علی جان خودم خواهم بودا. علی جان هست. علی جان شوهای علی جان. خب لبخند فراموش نشه. موفق باشید تا برنامه بعدی. بدرود.